و یکی از شگردهای اهل بدعت، یکی از شگردهای تفکر سبعی، یکی از شگردهای قبر پرستیان این بوده که بهترین کلمات رو در اسلام چنان بلجن کشیدند که هیچ نمیشه از آلودگیشون آمد بیرون. خب قرآن میگه که ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. شما میگی شما اینا رو واسطه قرار دادی، نه، خداونده که بین اونها حکم میکنه در اون چیزایی که اختلاف میکنن. یا میفرماد که ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، و کسانی را عبادت میکنن، اشخاصی را عبادت میکنن، میخوانند، قربانی میدهند، بس میشینند، نمیدونم طواف میکنند. عبادت همه این هاست، هر شعیره شاعر، هر مراسمی که به خاطر تقرب به خداوند باشه عبادته. ولی یا عبادت شیطانیه که بدعته، یا عبادت رحمانیه، همش عبادته. و چرا این کارا رو میکنن؟ اگه اینها عبادت نیست، چرا این کارا رو میکنن؟